درود و احترام خدمت تمامی فعالان حقوق بشر و تمامی عزیزانی که ما را از لایو یوتیوب دنبال می‌کنند. امروز 19 فوریه 2023 3 بهمن 1401 ساعت 16 به وقت اروپای مرکزی و ساعت 18:30 به وقت ایران با فراخوان کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو در خدمت شما هستیم. سخنرانان امروز ما آقای عباس منفرد با موضوع گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق جوان و دانشجو در دیماه 1401، بانو پریسا سخایی بررسی ماده 26 اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آقای پوریا طالبزاده رسالت دانشجویان در انقلاب 1401. در آخر نیز بحث آزادی خواهیم داشت با موضوع حق امنیت کار، وضعیت کار برای دانشجویان فارغ التحصیل در ایران. خانم سخایی لطفا سخنرانیتون رو شروع. درود بر شما. فکر کنم اول آقای منفرد باشن. بله. عذر میخوام. سوزش میخوام. آقای منفرد سخنرانیتون رو شروع. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت یکایک که دوستان عزیز. در ماه گذشته همچون سنوات قبل ما شاهد نقض فاحش حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی بودیم که از جمله میتوان به بازداشت‌های خودسرانه توسط نهادهای نظامی و اطلاعاتی، به خصوص نهادهای اطلاعاتی که بعضن بدون حکم قضایی و بدون مجوز مبادرت به بازداشت افراد میکنن و حتی به بستگان شخص بازداشت شده هم جوابگو نیستن که شخص بدونن در کدوم بازداشتگاه هست و از لحاظ سلامتی در چه وضعیتی هست و میتونیم به جای کلمه بازداشت از کلمه ربایش استفاده کنیم که به قولی صحیح تر هست. و به مورد بعدی میتونیم به صدور احکام های سلیقه‌ای و بعضن فله‌ای میتونیم اشاره کنیم که حق و حقوق انسانی و اولیه هر شخص رو نشونه گرفته. من متاسفانه اینقدر اخبار زیاد بود که انتخاب در بین اخبار کار رو سخت میکرد و همچون گذشته این امید رو داریم و با توجه به سیگنال هایی که داریم میگیریم و اتفاقاتی که داره میفته و آگاهی هایی که در سطح جامعه داره اتفاق میفته، این امید رو داریم که ما در آینده شاهد روی کار آمدن حکومتی خواهیم بود که تمامی افکار و گروه های مختلف بتونن عرض اندامی کنن و بتونن حرفی برای گفتن داشته باشن و کسی به دلیل نظر یا عقیده متفاوت به خارج از گود پرتاب نشه و همه حق و حقوق اولیه‌شون بتونه رعایت بشه. این امیدواری رو داریم با توجه به اینکه جامعه ما نسبت به سال 57 تغییرات خیلی محسوسی رو داره نشون میده. من ابتدا اخبار و مواردی که بر اساس اعلامیه جهانی نقض شده رو خدمت دوستان میگم، در ادامه و در بینابین اخبار به تحلیل هایی میپردازم که بتونه نظر بنده رو خدمت دوستان بیشتر نمایان کنه. تشدید فشار بر دانشجویان با صدور حکم اخراج و تعلیق برای جلوگیری از تجمع‌های اعتراضی شورای صنفی دانشجویان کشور روز جمعه از افزایش صدور احکام اخراج و تعلیق به منظور تشدید فشار بر دانشجویان و در پی موج گسترده احضار فعالان دانشجویی به دفاتر پیگیری وزارت اطلاعات خبر داد. بنابراین گزارش، یکی از سنگین‌ترین احکام انضباطی علیه دانشجویان معترض برای فاطمه محزون، دانشجوی هوشوری دانشگاه علوم پزشکی بجنورد صادر شده و شورای انضباطی مرکزی وزارت بهداشت این دانشجو را به اخراج و 5 سال محرومیت از تحصیل در تمامی دانشگاه‌های کشور محکوم کرده است.
این خبر نقض ماده 6 ارزش انسانی در همه جا، ماده 8 رعایت حقوق انسانی توسط قانون، ماده 19 حق آزادی بیان، ماده 22 حق امنیت اجتماعی فرهنگی و مالی است. سامان سیدی ملقب به یاسین از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری، سومین روز اعتصاب خود را در بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند 209 زندان اوین سپری می کند. یک منبع مطلع در این خصوص به هرانا گفت سامان یاسین از روز پنجشنبه 27 بهمن ماه در اعتراض به بلا تکلیفی خود در بند 209 زندان اوین دست به اعتصاب قضا زده است. سامان سیدی در تاریخ 8 بهمن ماه برای اعزام به دادسرای اوین از زندان رجایی شهر کرج خارج و به مکان نامعلومی منتقل شد. او پس از چند روز بی‌خبری طی تماس کوتاهی با خانواده اعلام داشت که به زندان اوین منتقل شده است. الان در تاریخ 17 دی ماه طی گزارشی از عدم رسیدگی پزشکی به این شهروند در زندان رجایی شهر خبر داد. سامان سیدی در تاریخ 10 مهر ماه در جریان اعتراضات سراسری در تهران بازداشت شد. وی در تاریخ 7 آبان ماه از بابت اتهاماتی چون محاربه، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم و اقدام علیه امنیت ملی در دادگاه عمومی و انقلاب تهران محاکمه و به اعدام محکوم شد. پس از مدت این حکم در دیوان عالی کشور نقض شده و پرونده وی جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم ارز ارجاع داده شد. تحلیل این خبر رو با خبر کیفرخواست برای 3 نفر از بازداشت شدگان کرمانشاه و کردستان من خدمت دوستان خواهم گفت که چقدر در صدور این احکام سلیقه افراد و تفسیر به رأی افراد وجود داره و حتی اعمال فشار از سمت و سوی بالا و دستگاه‌های بالا و نظارتی بالا اتفاق افتاده. این خبر نقض ماده 3 حق حیات برای همه، ماده 9 عدم توقیف، حبس یا تبعید غیرقانونی، ماده 18 حق آزادی عقیده و ماده 19 حق آزادی بیان می باشد. به اعتراض دانشجویان خوارزمی به بلا تکلیفی ارجنگ مرتضوی دانشجوی را بوده شده، دانشجویان دانشگاه خوارزمی در بیانیه با اشاره به بلا تکلیفی ارجنگ مرتضوی دانشجوی این دانشگاه خواستار آزادی او شدند. دانشجویان در بیانیه خود از بازداشت آقای مرتضوی با عنوان روبایش نام بردند و اعلام کردند که پس از گذشت 2 ماه از این واقعه هیچ خبری از برگزاری دادگاه، تعیین قرار وثیقه و آزادی این دانشجو نیست. به گفته دانشجویان دانشگاه خوارزمی، ارجنگ مرتضوی روز 26 آذر توسط حراست این دانشگاه به بهانه پس دادن کارت دانشجویی و رفع ممنوع الورودی به دانشگاه کشانده و در جلوی در دانشگاه توسط نیروهای حکومتی ربوده شده است. بنابر اعلام هم دانشگاهیان آقای مرتضوی، بلافاصله پس از بازداشت او خبر تعطیلی 1 هفتگی دانشگاه به علت آلودگی هوا اعلام شده و تا کنون وضعیت این دانشجو مشخص نشده است. این خبر نقض فاحش ماده 9، عدم توقیف، حبس یا تبعید غیرقانونی، همونی که من مورد اول خدمت دوستان گفتم، بدون ارائه حکم قضایی، بدون مجوز قانونی افراد رو بازداشت میکنن و به هیچ نهاد یا وکیلی یا شخصی اجازه این که پیگیر پرونده باشه رو نمیدن متاسفانه. و ما در پرونده های سیاسی وقتی در علم حقوق شخص وارد میشه، یه اشخاصی که به عنوان اتهامات سیاسی دستگیر میشن باید خیلی روانتر و راحتتر باشون برخورد بشه، وجود هیئت منصفه باید باشه و با افراد که جرمهای جنایی یا بزهکاری انجام دادن همسلول نباید باشن که متاسفانه ما میبینیم این مهم انجام نمیشه و نقض میشه. ماده 22 حق امنیت اجتماعی فرهنگی و مالی و ماده 29 حق مسئولیت نسبت به جامعه است.
در حالی که انتشار خبر عفو بسیاری از بازداشتی های اعتراضات اخیر ادامه دارد، در شورای صنفی دانشجویان ایران از ادامه احضار، اخراج و تعلیق شماری دیگر از دانشجویان در پی اعتراضات اخیر خبر می‌دهد. به گزارش کانال تلگرامی شوراهای صنفی دانشجویان ایران، احضار تلفنی دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس به دفتر پیگیری وزارت اطلاعات در روزهای اخیر به امری معمول تبدیل شده است. بر اساس این گزارش، پیش از این کمیته انضباطی و حراست دانشگاه نزدیک به بیش از 100 پرونده انضباطی با اتهامات واهی و بیاساس برای دانشجویان ساختند، آنها را احضار کردند، کارت دانشجویی و دسترسی به سامانه گلستان برخی دانشجویان را مسدود کردند. این گزارش همچنین می‌افزاید که کمیته های انضباطی همچون در فرایندهای غیر قانونی و بدون داشتن وکیل یا برگزاری جلسه رسیدگی به اتهامات و دفاعیات، دانشجویان را مجبور به امضای تعهدنامه مبنی بر پذیرش ضمنی اتهامات و همچنین منع حضور در اعتراضات آتی کردند. موردی که ما در بسیاری از پرونده‌ها شاهدش هستیم در مصاحبه‌های اجباری که اتفاق میفته، شاهد هستیم که شخص وکیل نداره و تحت شکنجه مجبور به امضای یک سری برگه هایی شده یا اقرار هایی کرده، کما اینکه ما بر اساس قانون میگیم اقرار تحت شکنجه هیچ مشروعیتی نداره، ولی متاسفانه در نظام جمهوری اسلامی کاملا مشروع شده و استناد قضات به این اقرارها و امضاهاست. بر اساس این گزارش، مدیریت دانشگاه تربیت مدرس پیش از آن نیز اطلاعات خصوصی ثبت شده دانشجویان را از قبیل شماره تلفن، آدرس و اسم پدر را در یک کانال امنیتی و مضحک به اسم گاندو به همراه سناریو پردازی های تخیلی علیه دانشجویان و به قصد ارعاب آنها منتشر کرده است. این شورا همچنین از اینکه پس از احضار دانشجویان به دفاتر پیگیری وزارت اطلاعات و تهدید به بازداشت و اخراج با منتی فراوان از عفو با آنها سخن میگویند انتقاد کرده است. این خبر نقض فاحش ماده 18 رعایت حقوق انسانی توسط قانون، ماده 19 حق آزادی بیان، ماده 20 حق آزادی تجمع و تظاهرات و ماده 22 حق امنیت اجتماعی، فرهنگی و مالی است. نازنین زهرا سروی، دانشجوی بازداشت شده به صورت موقت آزاد شد. نازنین زهرا سروی، دانشجوی مقطع دکترای معماری دانشگاه کردستان و از بازداشت شدگان اخیر که پیشتر به اتهامات امنیتی متهم شده بود، با قید وثیقه موقتاً آزاد شد. بر اساس گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری هنگام، روز دوشنبه 24 بهمن ماه 1401، نازنین زهرا سروی با تودیع یک وثیقه به ارزش 200 میلیون تومان به طور موقت از کانون اصلاح و تربیت سنندج آزاد شد. به روز یک شنبه 27 آذر ماه بدون اجازه ارائه دفاعیات، در حالی که با اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی مواجه شده بود، در جلسه شعبه یک دادگاه انقلاب سنندج حضور داشت. پیش از این طی گزارشی اعلام شد این اتهام علیه نازنین زهرا سروی بر اساس اعتراف اجباری یکی دیگر از بازداشت شدگان اخیر از سوی نهادهای حکومتی علیه وی مطرح شده است. این خبر نقض ماده 8 رعایت حقوق انسانی توسط قانون، ماده 18 حق آزادی عقیده، ماده 19 حق آزادی بیان و ماده 20 حق آزادی تجمع و تظاهرات می باشند. مینا یعقوبی، معترض جوان اهل شهر عراق، روز دوشنبه 24 بهمن در ویدئوی خبر داد که دادگاه انقلاب او را به 11 سال حبس و 124 ساعت شستن قبور محکوم کرده است. دادگستری عراق پیشتر اعلام کرده بود که او به اتهام پرتاب سنگ به سردر گلزار شهدا بازداشت شده است. روز دهم آذر ماه گذشته ویدئویی از خانم یعقوبی، مربی بدنسازی و 33 ساله، منتشر شد
که آزادی او را از زندان به قید وثیقه نشان می‌داد. اما آنچه در ویدئو بیش از همه نظر همگان را جلب کرد ضعف او و چشمان کبودش بود که نشان از شکنجه او در زندان داشت. مینا یعقوبی خود در ویدئوش به این امر اشاره کرد که مدت‌ها روزی 12 ساعت تحت بازجویی و شکنجه شدید بودم، حالا به 11 سال حبس تعزیری، 124 ساعت قبضشویی، 85 ضرب شلاق و 2 سال تبعید محکوم شدم. این خبر نقض ماده 9، عدم توقیع، حبس یا تبعید غیرقانونی، حق آزادی عقیده، حق آزادی بیان و ماده 20، حق آزادی تجمع و تظاهرات می باشد. زینب موسوی، کمدین ایرانی و خالق شخصیت امپراتور کوزوکو، یک شنبه 23 بهمن ماه جهت اجرای حکم حبس احضار شد. خانم موسوی در این خصوص عنوان کرد که احضار وی به واحد اجرای احکام جهت تحمل دوران محکومیت 2 سال حبس خود صورت گرفته است و او مشمول بخشنامه عفو و کاهش مجازات عمومی نشده است. زینب موسوی یکی از نخستین زنان مجری استنداپ کمدی در ایران و خالق شخصیت امپراتور کوزوکو در تاریخ 20 مهر ماه امسال توسط نیروهای امنیتی در قم بازداشت و اواخر آبان ماه با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد. به پیشتر اعلام کرده بود که در دوران بازداشتش 25 روز در انفرادی بوده و سپس توسط مرجع قضایی به 2 سال زندان محکوم شده است. من ابتدا موارد نقض و خدمتتون میگم و بعد یک مثالی که کاملا از دل جمهوری اسلامی میاد و خدمت دوستان میگم. این خبر نقض ماده 9، عدم توقیع، حبس یا تبعید غیرقانونی، ماده 19، حق آزادی بیان، ماده 21، حق دموکراسی، ماده 22، حق امنیت اجتماعی، فرهنگی و مالی و ماده 29، حق مسئولیت نسبت به جامعه است. من میدونم ممکنه صحبتام به درازا بکشه و از اون مقدار فرصتی که به من دوستان میدن یه ذره بیشتر من استفاده کنم، ولی این تحلیل ها رو من خدمت دوستان میگم. چند مدت پیش یک ویدئوی از آقای خامنه‌ای اومد که عنوان میکرد من با شخصی هم سلول یا هم بند یا هم زندانی بودم که اون شخص به جرم اینکه شعری رو سروده و در اینکه انتقادی از حکومت پهلوی کرده با اون رو زندانی کردن و ما در نظام جمهوری اسلامی چنین کاری رو انجام نمیدیم. و مثال نقضش که ما بسیار مثال نقض داریم و الان زنده ترین مثالش همین مورد خانم موسوی است. ایشون با طنز، که طنز بهترین ابزار برای انتقاد سازنده در اجتماع محسوب میشه، به مواردی که در کشور ما و در جامعه در حال اتفاق هست انتقاد میکردن که متاسفانه همین مورد هم به مزاق آقایون خوش نیومده و حکم 2 ساله برای ایشون صادر شده. و میتوان گفت که نظام جمهوری اسلامی به طور کامل روی نظام پهلوی یا رژیم شاهنشاهی رو سفید کرده و حتی با اینکه عنوان میکردن ما نظامی هستیم برگرفته از اسلام و رأفت اسلامی، متاسفانه تنها چیزی که ما در این موضوع نمی‌بینیم هیچ رأفت و هیچ گذشتی نیست. صدور کیفرخواست و ارجاع پرونده 3 نفر از بازداشت شدگان اشنبیه به دادگاه با اتهامات محاربه و افساد فی الارض. کیفرخواست پرونده فرهاد طاهازاده 24 ساله، فرزاد طاهازاده 23 ساله، 2 برادر اهل اشنبیه به همراه کاروان شاهی پروانه که در جریان خیزش و مقاومت مردمی اخیر بازداشت شدند، صادر و پرونده آنها به شعبه 3 دادگاه انقلاب ارومیه ارجاع داده شده است. بر اساس گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری هنگاو، صدور کیفرخواست این 3 شهروند اهل اشنبیه در حالی است که اخیراً آنها توسط شعبه 6 بازپرسی دادگاه دادسرای عمومی به انقلاب ارومیه از بابت اتهامات محاربه و افساد فی الارض تفهیم اتهام شدند. قابل ذکر است که مسعود شمس نژاد و صالح نیکبخت
وکلای انتخابی فرهاد و فرزاد طاهازاده تنها از چند روز پیش به پرونده موکلشان دسترسی پیدا کردند. این خبر نقض ماده 3 حق حیات برای همه، ماده 9 عدم توقیف، حبس یا تبعید غیرقانونی، ماده 20 حق آزادی تجمع و تظاهرات و ماده 30 عدم تفسیر مواد به نفع دولت هاست. در خبر آقای سامان سیدی من گفتم خدمتتون که من تفسیر این خبر رو با خبر صدور کیفرخواست این سه نفر عنوان میکنم خدمتتون. ما میتونیم استناد کنیم به صحبت‌های آقای محسن برهانی استاد و هیئت علمی دانشگاه تهران در رشته حقوق که ایشون در یکی از ویدیوهایی که ازشون بیرون اومد و در یک مناظره بودن عنوان کردن که به قاضی میگن که آیا سنگ جز سلاح محسوب میشه؟ قاضی اول میگه نه، دوم نه، سوم نه، چهارمی میگه بله میتونه، امکان داره، میگه پرونده رو به ایشون بده. یعنی این که شما این امکان رو براتون ایجاد کردن که وقتی که خوشرقصی کنید برای نظام جمهوری اسلامی و احکام و اون چیزی که در دل قانون گنجونده شده، همون قانونی که جمهوری اسلامی بهش استناد میکنه، حتی به اون هم استناد نمیکنید و فقط برای اینکه به مزاق حضرات خوش بیاد میگید بله این مورد نقض قانون اتفاق افتاده، پس باید این حکم رو برای صادر کنیم، میگه وقتی اینجور اتفاقی داره میفته ما دیگه نمیتونیم بگیم که داره قانونی در کشور ما اتفاق میفته. و در این مورد مخالفت جدی کردن. و یک مورد دیگه که ایشون میگن سلیقه داره اتفاق میفته، این که در گوشی همراه اشخاص بازداشت شده فیلمی وجود داشته باشه دلیل و برهانی بر این نیست که ایشون مجرم هست و اتهامی بهشون وارد هست و میتونیم ایشون رو زندانی کنیم. امیر مازیار عضو هیئت علمی دانشکده علوم نظری و مطالعات عالی هنر دانشگاه تهران از تعلیق خود و همچنین کوروش گلناری دیگر استاد این دانشگاه خبر داد. آقای مازیار روز سه‌شنبه 19 بهمن در شبکه اجتماعی اینستاگرام نامه تعلیق خود را که از سوی رئیس دانشگاه هنر صادر شده بود منتشر کرد. طبق این حکم او از کلیه ساحت‌های آموزشی و پژوهشی تا زمان رسیدگی در مراکز ذی‌صلاح محروم شده است. این استاد دانشگاه نوشت بر اساس اطلاعاتی که دارم کوروش گلناری عضو هیئت علمی دانشگاه هنر و مدیر گروه مجسمه‌سازی هم تعلیق شده است. او افزود برخی دیگر از همکاران نیز تحت فشارهای گوناگون از جمله برای امضا یا نگارش نامه‌های قرار دارند. امری که در دیگر دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی هم اتفاق افتاده است. او به تداوم روند بازنشستگی اجباری استادان در دانشگاه آزاد نیز اشاره کرد و ادامه داد اخیراً دکتر موسی اکرمی عضو گروه فلسفه واحد علوم و تحقیقات بازنشسته شده است. دانشگاه هنر تهران طی ماه‌های اخیر به یکی از کانون‌های اعتراضات دانشجویان کشور تبدیل شده بود و تصاویر متعددی حاکی از همراهی آنها با اعتراضات مردمی سراسر کشور و مقاومت علیه سرکوب منتشر شد. این خبر نقض ماده 10 حق محاکمه قانونی برای همه، ماده 19 حق آزادی بیان، ماده 22 حق امنیت اجتماعی، فرهنگی و مالی و ماده 23 حق امنیت کار است. باز هم اشاره میکنم همه مواردی که در کتابهای تاریخ در مدارس ما تدریس میشدن و بعضا در دانشگاه اشاره به این میکردن که در نظام شاهنشاهی یا رژیم پهلوی، من ناقضش نیستم که اونجا هم در اون نظام هم متاسفانه نقض حقوق وجود داشته و نمیشه منکرش شد، ولی که جمهوری اسلامی که خود استنادش به نظام شاهنشاهی است بر این اساس که در اجحاف و نقض حقوق پیشی گرفته بوده از کل جوامع، میبینیم که آقای بهشتی، آقای مطهری، آقای بازرگان همه در دانشگاه ها در حال تدریس بودن بدون اینکه بخوان مؤاخذه بشن و مثل این اساتیدی که هستن یا بخوان
بازنشست بشن یا اینکه بخوان تعلیق بشن و اجازه تدریس نداشته باشن. ولی متاسفانه جمهوری اسلامی میگم روی همه رو سفید کرده و ما امیدوار هستیم و زودتر از آنچه که فکرش رو میکنیم با اتحادی که در بین مردم داره اتفاق میفته ما شاهد سرنگونی این حکومت خواهیم بود و حکومتی از دل مردم پا خواهد گرفت و خواهد آمد که همه افکار بتونن در اون حضور پر ثمری داشته باشن. ممنون از این که شما وقت رو به من دادید و در خدمت شما هست. سپاس از شما این منفرد عزیز. بله واقعا گزارش و موارد نقد بسیار بود ولی موارد بسیار مهمش رو شما گلچین کردید و بیان کردید. و نکته دوم این که به لطف وجود فعالان حقوق بشر و آگاهی رسانیشون سطح آگاهی و فرهنگ مردم به قدری بالا رفته که خودشون میتونن مقایسه کنن بین دورانی که جمهوری اسلامی الان ایران رو در دست داره و دوران پهلوی و بدونن که چه موقعی این موارد نقد بیشتر بوده. ممنونم بابت گزارش و تحلیل موارد نقد حقوق جوان دانشجو در دیماه 1401. بخش بعدی میریم با سخنرانی خانم پریسا سخایی. خانم سخایی بفرمایید. درود و وقت بخیر خدمت همگی همکاران. بنده امروز با بررسی ماده 26 اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی در خدمت شما هستم. ماده 26 حق تحصیل رایگان برای همه. این ماده توصیه می‌دهد که هر کس حق دارد که از آموزش و پرورش بهره‌مند شود. آموزش و پرورش لااقل تا حدودی که مربوط به تعلیمات ابتدایی و اساسی است باید به صورت رایگان باشد. آموزش ابتدایی اجباری است. آموزش حرفه‌ای باید عمومیت پیدا کند و آموزش عالی باید با شرایط تساوی کامل به روی همه باز باشد تا همه بنا به استعداد خود بتوانند از آن بهره مند گردند. آموزش و پرورش باید به طوری هدایت شود که شخصیت انسانی هر کسی را به حدی برساند تا احترام حقوق و آزادی‌های بشری را تقویت کند. آموزش و پرورش باید حسن تفاهم، گذشت و احترام عقاید مخالف و دوستی بین تمام ملل و جمعیت‌های نژادی یا مذهبی و همچنین توسعه فعالیت‌های ملل متحد را در راه حفظ صلح تسهیل نماید. پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش فرزندان خود نسبت به دیگران اولویت دارند. حالا در اصل 30 قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز گفته شده دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد. با این حال این اصل برای همگی افراد صدق نمی کند، به خصوص برای دانش آموزان و دانشجویان بهایی. همه ما به طریقهای گوناگون چه در اطرافیان، در مدرسه و در دانشگاه ها شاهد نابرابری بین دانشجویان بهایی با سایر دانشجویان بوده ایم. مانند تمام سالهای 14 گذشته شماری از داوطلبان کنکور به دلیل بهایی بودن از امکان ادامه تحصیل در دانشگاه محروم شدند. این داوطلبان در سایت سازمان سنجش با پیام آشنای نفس پرونده مواجه شدند و در پروفایل آنها آمده است که برای پیگیری موضوع می توانند به سازمان سنجش مراجعه کنند. تجربه اما نشان می دهد که مراجعه به سازمان سنجش قرار نیست حق تحصیل را برای آنان بازگردانند و بهایی بودن عاملی است که آنها باید به خاطرش با تحصیل در دانشگاه های ایران خداحافظی کنند. اگرچه حکومت ایران هیچگاه رسماً محرومیت بهاییان از حق تحصیل را تایید نکرده و در این سالها تعداد انگشت شماری از بهاییان هم توانستند در دانشگاه درس بخوانند تا مدرکی باشد برای تایید ادعای حکومت که هیچ کس به صرف بهایی بودن از ادامه تحصیل محروم نیست. اما سند محرمانه‌ای که در سال 1991 در سفر گالین دوپل به ایران کشف شد
نشان می‌دهد که سیاست رسمی رفتار با بهائیان در جمهوری اسلامی بر مبنای تلاش برای بستن راه ترقی و توسعه آنهاست. از این روست که نه تنها آنها اجازه تحصیل ندارند، بلکه شماری از آنها هم که در دانشگاه بهایی درس می‌خوانند یا تدریس می‌کنند با پیگیری‌های قضایی مواجه می‌شوند. در این سند در مورد جایگاه فرهنگی آنها در ایران آمده است که در مدارس در صورتی می‌توانند ثبت نام شوند که اظهار بهایی بودن نکنند و در مدارسی ثبت نام شوند که کادری مسلط بر مسائل عقیدتی دارد، احتمالاً به این معنی که کادر مدرسه توانایی اقناع مذهبی دانش آموز را داشته باشند. اما برخورد با آنان در دانشگاه متفاوت است. طبق این سند در دانشگاه ها چه در ورود و چه در حین تحصیل چنانچه احراز شود که بهایی هستند باید اخراج شوند. آنها همچنین اجازه استخدام شدن ندارند و نمیتوانند پست های موثری مانند معلمی داشته باشند. از طرف دیگر در مصوبه شماره 7 شورای عالی انقلاب فرهنگی میگوید تنها داوطلبانی حق ورود به دانشگاه را دارند که علاوه بر قبولی در کنکور به دین اسلام یا یکی دیگر از ادیان آسمانی معتقد باشند. حال آنکه دیانت بهایی در ایران جزو ادیان آسمانی محسوب نمی شود. از انقلاب فرهنگی و اخراج تا نقض در پرونده. موضوع محرومیت بهائیان از تحصیل مسئله جدیدی نیست. آنها بلافاصله پس از انقلاب و با شورای انقلاب فرهنگی از مدارس و دانشگاه اخراج شدند. پس از آن به دلیل الزامی بودن اعلام مذهب در فرم ثبت نام کنکور، چون جزو هیچ یک از ادیان رسمی کشور نبودند و ناچار بودند تا این بخش را خالی بگذارند، اساساً امکان دریافت کارت ورود به جلسه کنکور را پیدا نمی‌کنند. این موضوع تا سال 1384 ادامه پیدا کرد و در این سال بود که پس از اعتراض‌های زیاد بالاخره سازمان سنجش گزینه مذهب را در فرم‌های ثبت نام کنکور حذف کرد و بهائیان توانستند امکان شرکت در جلسه کنکور را پیدا کنند. اما نتایج کنکور برای داوطلبان بهایی با دیگر داوطلبان تفاوت داشت. آنها هرگز این نتایج را دریافت نکردند و شماری از داوطلبان ساکن تهران پس از مراجعه به سازمان سنجش کرج دریافتند که به دلیل مذهبشان امکان ادامه تحصیل را ندارند. برخی از کسانی هم که توانستند وارد دانشگاه شوند بعداً شناسایی و از دانشگاه اخراج شدند. از سال 85 اما عبارت نقض پرونده به عبارتی آشنا برای داوطلبان بهایی تبدیل شده است. هر سال چند صد داوطلب کنکور بهایی به هنگام دریافت نتیجه کنکور با این عبارت مواجه می شوند و از حق تحصیل که یکی از ابتدایی ترین حقوق بشری است محروم می شوند. مؤسسه آزاد علمی بهاییان محرومیت از تحصیل اما تنها تبعیض موجود علیه بهاییان نیست. 33 سال پس از تأسیس مؤسسه علمی آزاد بهاییان، اساتید و دانشجویان این مؤسسه همچنان دستگیر و با حکم‌های سنگین از جانب دادگاه مواجه می‌شوند. این مؤسسه که در سال 1366 با هدف ارائه امکانات تحصیلی به بهاییان تأسیس شد، تا دانشجویان محروم از تحصیل بتوانند از طریق آن تحصیلاتشان را ادامه دهند. چند سالی است که به یک مؤسسه زیرزمینی و مخفی بدل شده که کلاس‌های آن آنلاین است و درس خواندن و درس دادن در آن جرم محسوب می‌شود. این مؤسسه عالی آزاد در ابتدای شروع فعالیت خود مانند یک دانشگاه مکاتبه‌ای عمل می‌کرد و استادان و دانشجویان از طریق سیستم پستی دروس و تکالیف را برای یکدیگر ارسال می‌کردند. بعد کم کم توانستند کلاس‌های حضوری نیز برگزار کنند. اما در فاصله سالهای 1366 تا 1383 خانه های محل برگزاری کلاس ها بارها مورد حمله قرار گرفت و تجهیزات آموزشی و جزوات دروسی آنها توقیف شد. کادر علمی و اداری این دانشگاه دستگیر شدند و برخی از آنها احکام سنگین زندان دریافت کردند. در آخرین دوره حمله به کلاس‌ها و ساختمان‌های این مؤسسه که در سال 1390 اتفاق افتاد، ماموران تعداد زیادی از اساتید این دانشگاه را بازداشت کردند
و همه اینها در حالی است که طبق اصل 30 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است، دولت موظف است وسایل آموزشی و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد. 4 دهه پس از انقلاب فرهنگی به نظر می رسد ایران جزء معدود کشورهای جهان است که در آن اقلیتی مذهبی به صورت سیستماتیک و رسمی مورد تبعیض حکومت قرار می گیرد و تلاش می شود تا از امکان پیشرفت آنها به هر طریق ممکن جلوگیری شود. در این میان حتی شماری از این دانشجویان محروم از تحصیل بهایی که در سالهای دهه 80 نسبت به نقض حقوقشان معترض بودند و کمیته ای را برای پیگیری حق تحصیل بهایان تشکیل داده بودند، با شدیدترین برخوردهای امنیتی مواجه شدند و بسیاری از آنها سالها راهی زندان شدند. ایقان شهیدی که یکی از فعالان است که به دلیل پیگیری حق تحصیل بهاییان 5 سال در زندان به سر برد، او در توییترش با اشاره به محرومیت شماری از داوطلبان بهایی از تحصیل در کنکور نوشته بود: مادرم که در دانشگاه فرح فیزیک می‌خواند در انقلاب اخراج شد و هیچگاه نتوانست به دانشگاه بازگردد. در سال 1385 کنکور دادم و همچون هزاران بهایی دیگر نقض پرونده شدم. پیگیری کردم و نامه نوشتم. بازداشت و شکنجه شدم و 5 سال زندانیم کردند. بعد از 5 سال هنوز نمیتوانم دانشگاه بروم. محمد جواد ظریف وزیر خارجه سابق ایران در سالهای پیشین در جلسه شورای روابط خارجی در نیویورک گفته بود که بهایی بودن در ایران جرم نیست. او همچنین گفت در ایران کسی به دلیل بهایی بودن زندانی نمی‌شود. پیشتر محمد جواد لاریجانی رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضاییه هم گفته بود بهاییان مثل بقیه شهروندان می توانند در ایران زندگی و تحصیل کنند، که واقعا همه اینها دروغی بیش نیستند. امیدوارم هرچه زریتر ایران با رفتن این دولت ننگین جمهوری اسلامی آزاد و دیگر هیچ یک از ما ایرانیان شاهد این نابرابری ها و بی‌عدالتی ها نشیم. ممنون از توجهتون و مایکرو رها می کنم. با پاس از شما خانم سخایی عزیز، بله متاسفانه تبعیض بسیار بزرگ و زیادی علیه جوامع بهایی اشاره شده و توی سخنرانیشون به این مطلب اشاره کردیم و جزئیات ماده 26 اعلامیه جهانی حقوق بشر رو گفتیم و مواردی که در اون قانون اساسی هم اشاره کرده و گفتیم که 2 الی 3 نفر یا تعدادی نفر رو ثبت نام می کنن تا بهانه ای بدن به جوامع که به این دلیل افرادی که مذهب متفاوتی دارن از تحصیل محروم نیستن، ولی اصل کار و ریشه کار اینجوری نیست و به لطف وجود این آگاهی رسانی ها تمام جوامع فهمیدن که این دولت ننگین جمهوری اسلامی فقط برای بقای خودش همچین کاری رو میکنه و دنبال یک راه میانبریه برای عمر و بقای بیشتر. بخش بعدیمون میریم با آقای پوریا طالبزاده با موضوع سخنرانی رسالت دانشجویان در انقلاب 1401. آقای طالبزاده، مایک در اختیار شما است. ضمن عرض سلام و خسته نباشید خدمت همکاران عزیز و گرامی، در مورد رسالت دانشجویان و دانشگاهان در اعتراضات و انقلاب 1401، اگه بخوام خیلی دقیق به این موضوع نگاه بکنیم، لازمه که نقش دانشگاه و دانشجو رو توی چند دهه اخیر به خصوص از 18 تیر سال 78 در نظر بگیریم. من نمیخوام خیلی قبل‌تر یا به موضوع قبل انقلاب 57 بخوام نگاه کنم، سعی میکنم به چند دهه اخیر بپردازم و به خصوص سال 1401. در حالی که جریان های از سال 18 سال 78 بخوام نگاه بکنیم به این نقش، در جایی که جریان های اعتراضی نتوانست خواسته های دانشجوها را محقق کند و آنها را در راه مورد نظرشون به موفقیت برساند، به طوری که آنها همیشه تعریضی میکردن، دانشجوها برنامه ریزی میکردن و سعی میکردن فعالیت های مسالمت آمیزشون رو به طور معمول و پیوسته ببرن جلو،
ولی همیشه با یه مشت محکم آهنین از طرف حاکمیت روبرو می شدن و سرکوب می شدن. و به خاطر همینم هم بسیاری از دانشجویان یا از تحصیل محروم شدن و به عنوان دانشجویان ستاره‌دار از تحصیلشون خودداری شد یا از دانشگاه اخراج شدن یا برای ادامه تحصیل مجبور شدن که تعهدهای خیلی سنگینی رو بخوام برن بدن. در طول سالها بعد از سال 78 جنبش دانشجویی فراز و فرودهای بسیاری رو پشت سر گذاشت و بخشی از این جنبش با رفتن شماری از نخبگان از وطن خیلی کمرنگتر هم شد و فضا به گونه پیش رفت که در مقاطعی دانشجویان بسیجی و پیرو به خط رهبری زمام امور رو به دست گرفته بودن و چشم و گوش نظام اسلامی شده بودن. در سال 88 اگه بخوایم فعالیت دانشگاه و دانشجو در نظر بگیریم حرکت، ولی این بار حرکت متأثر از نوعی واکنش جمعی و توده‌ای بود و کمتر خط و مش سیاسی رو دنبال می‌کرد، چون جنبش سبز این شرایط و ویژگی‌هایی رو برای پیوستن دانشجویان به خودش داشت و این همپایی و همراه شدن دانشجویان رو توجیه می‌کرد، برای اینکه خیلی افرادی بودن که امید به تغییر داشتن و این نوعی همبستگی رو به وجود آورده بود. ولی 10 سال بعد، یعنی بخوام سال 98، یعنی اعتراضات آبان 98 رو بهش بپردازیم، این فرصت زیاد برای دانشجوها فراهم بود ولی سیاست بازان و امنیتی‌ها، یعنی امنیت‌های جمهوری اسلامی، مجال زیادی و فرصتی رو ندادن که به دانشجوها بخوام بدن و قبل از اینکه بخوان اعتراضی رو شروع بکنن دست به بازداشت‌های پیشگیرانه زدن و محصول این وضعیت چنین شد که دانشجوها نتوانستن با اعتراضات طبقات فرودست جامعه همراهی و همکاری داشته باشن و این فعالیت آشکاری داشته باشن و برای بازپسگیری حقشون به ایشان میتونم کمک کافی بخوام بکنن. گهگام اگر اعتراضی هم در دانشگاه صورت میگره با سرکوبیت خیلی شدیدی مواجه میشد و فضای دانشگاه بیش از پیش تو این دوران امنیتی شده بود و رنگ بوی اون اعتراضات هم اغلب به صورت صنفی بود و برای اصلاحات اساسی جامعه صورت نمیگیره. بعد از اونم ساقط شدن هواپیمای اوکراینی که با موشک سپاه پاسداران انجام شد، بار دیگه فرصت جدی رو به وجود آورد که دانشجویان و فعالان دانشجویی، جنبش دانشجویی، بتوانن با شعار آزادی دادخواهی به میدان مبارزه بیاند. و اگرچه باز هم سرکوب و بازداشت روبرو شدن، اما صدای همراهیشون به گوش جامعه رسید، صدایی که از بعد حادثه، حالا همزمان با ویروس کرونا و تعطیلی دانشگاه و آنلاین شدن فعالیت ها بود، موجب شد که قطع بشه. اما حالا با شکل گرفتن خیزش سراسری مردم ایران توی سال 1401 پس از قتل مظلومانه مهسا امینی در شهریور ماه شکل گرفت، جریان تازه از جنبش دانشجویی شکل گرفت که به نشونم میده سر باز ایستادن نداره و این موجی از همدلی رو بار دیگر به دانشگاه ها به وجود آورد. حتی مثلا بعد از، بخوام اشاره بکنیم اینجا، بعد از حمله‌ای که به دانشگاه شریف انجام شدش، نشون داد که فعالتر از گذشته با اعتراضات عمومی مردم اومدن که دانشجو فریاد بزنن و کنار مردم باشن. دانشجوان در همراهی با این خیزش سراسری که شعار پیشروی زن، زندگی، آزادی شعار محوریش بود، بار دیگه پا به میدون گذاشتن تا تحول اساسی رو پیگیری کنن. این نسل از دانشجویان البته مطالباتشون رو به زبان اعتراضی متفاوتی فریاد زدن و خیلی موارد هم از کلماتی استفاده کردن یا به بابت از رکاکت کلامی که استفاده کردن نشون دادن که عبایی هم ندارن. البته واکنش های گوناگونی به این نوع از اعتراض هم ما شاهدش بودیم که خیلی ها میگفتن که نوع این گونه اعتراضات تو محیط دانشگاه و این نوع استفاده کردن از کلمات توی محیط دانشگاه و دانشگاهی نیستش.
و خیلی هم این شیوه اعتراض دانشجو رو ستایش میکردن و اون محصول تغییرات اجتماعی در طول سالهای گذشته در نظر میگرفتن. جنبش زن زندگی آزادی گذشته اینکه چالش بزرگی برای حکومت به شمار میومد، فرصت بزرگی رو برای دانشجوان فراهم کرد تا حرکات خود رو تو سال تحصیلی بتونن با برنامه ریزی و هماهنگی جلو ببرن. و همینطور ما میتونیم اشاره کنیم به همراهی و اعتراضات و اعتصابات هیئت علمی دانشگاه ها که این جنبش رو به یه طوفانی تبدیل کرد برای حکومت. حکومتی که حالا خیلی آسیب پذیرتر بیش از پیش به نظر میرسه و برای همینه که اعمال خشونت رو چه در بیرون چه در دانشگاه، این خشونت عریان به عنوان بهترین گزینه برای خودش انتخاب کرده. این جنبش رو، جنبش دانشجویی در سال 401 رو میتونیم از یک موضوعی، یک بودی قابل اهمیته که بسیاری از صاحب نظران تحولات دانشگاه عنوان میکردن که دیگه ما به پایان جنبش دانشجویی رسیدیم و جنبش دانشجویی به پایانش رسیده، اما تحولات اخیر و حضور دانشجویان در مسائل اخیر نشان داد که تغییرات جدی در ماهیت جنبش دانشجویی رخ داده و ما جنبش دانشجویی رو دیگه اون قالب کلاسیک که به صورت حضوری در تشکل‌های مختلف و نقش‌آفرینی دیگه نداریم. اساساً تغییرات نسلی، ارزش‌ها و نگرش‌ها نوع غافلگیری از ساماندهی‌های سنتی را برای دانشگاه و نسل جوان ایجاد کرد و نسل جوان بیشتر به سمت نوع نگرش‌های فردی و ساماندهی خودش به خصوص در دنیای سایبری و مجازی را به شکل بسیار ناباورانه این اتفاق افتاد که در دانشگاه ها و دانشجوها همزمان با اجتماع واکنش نشون دادن. این پیام خیلی روشنی رو داشت که میخواد بگه که دانشگاه و دانشجو نمیخواد اون تعهد اجتماعی خود و درکی رو که از جامعه داره و نقش هشدار دهنده خود را که از دیرباز توی این نقش شناخته میشده به فراموشی بسپاره. این حرکتی که در دانشگاه شروع شد با من میتونیم یه فرصت در نظر بگیریم برای اینکه دانشگاه نقش دفاع از اعتراضات به حق مردم، نقش دفاع از کیان و عدالت و آزادی رو فراموش نکرده و اینکه حالا بخوایم به این مسئله بپردازیم که این میتونه ادامه دار باشه و یا با وجود تمام این سرکوبا، دستگیری ها، بازداشت ها، به نظرم نیاز به فرصت داریم، ولی امیدواریم که اینطور نباشه. اما اون چیزی که مهمه و به نظر میرسه که در دانشگاه ها و در حرکت اعتراضی جامعه خواسته شده این که این دفعه حداقل از نظر پیام و خواسته ها جامعه و دانشگاه خیلی به هم نزدیکن و نشون میده که جامعه با یک شکاف و گسست بزرگی روبرو شده که هم جامعه جوان ما و هم بخش از جامعه دانشگاهی ما در سطح دانشگاه هستن اینو بیش از پیش متوجه شدن و تمامی این رفتارهای حکومت در بیرونی که داره در بیرون دانشگاه و چه در داخل دانشگاه انجام میده، قبیل دستگیری، شکنجه، بازداشت و اخراج، همه اینا استقامت و ایستادگی دانشجو در برابر قوای امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی به روشنی نشون میده که رویکرد سرکوبگرانه جمهوری اسلامی در مورد این نسل از دانشجویان کار نمیکنه و در نهایت حتی اگر صدای آنها را برای چند روز ساکت بکنن نمیتوانن روند مطالبه گری و دادخواهی آنها را متوقف کنن. دانشجویان به شهروندان معترض در سراسر کشور این پیام را فرستادن که دانشگاه به عنوان یک نهاد مدنی با وجود اعمال سیاست حذف، سانسور و تلاش برای سیاست زدایی کردن از دانشگاه همچنان پویا و زنده در کنار آنهاست. این پویایی و بیداری سیاسی که با وجود مجازی شدن عمده فعالیت‌های دانشگاهی در چند سال اخیر به دلیل ویروس کرونا واقعا غافلگیر کننده بود. پیام مشخصی را با این مضمون به حاکمیت مخابره کرد که دانشجویان با وجود سرکوب ساکت نمیشن. با تمام این صحبت ها میشه گفت که دانشگاه یکی از مهمترین نهادهایی است که جامعه رو برای پیشرفت و توسعه همه جانبه هدایت میکنه و از عوامل دگرگونی اجتماع محسوب میشه.
به همین دلیل نمیتوان دانشگاه را صرفا حالا به فعالیت های علمی و فنی خودش بسنده کن، بلکه باید همیشه نقش فرهنگی و سیاسی خود را با توجه به جامعه انجام بده و توصیه سیاسی و به نظر من توصیه سیاسی یک جامعه حاصل فرایند گسترش کمی و کیفی دانشگاه است و ما در این دوران به خصوص دوران گذار از جمهوری اسلامی همونطور که میگم بارها اشاره شده بیشتر به همکاری و همراهی افراد دانشگاهی و دانشجویی که داخل کشور هستن نیاز داریم. خیلی ممنون، ممنون که این وقت رو به من دادید. من مایک رو رها میکنم اگه صحبتی باشه. سپاس از شما آقای طالب‌زاده عزیز، خیلی مطالب بسیار خوب و عالی رو عنوان کردیم و من خودم یک سوالی دارم، این بود که به نظر شما مهمترین و تاثیرگذارترین جنبش از توی دانشگاه 1378 تا الان در کدوم دوره بوده و خیلی شوکی به قولی به نظام جمهوری اسلامی وارد کرده و به نظر شما چجور میشه پیش بره در آینده و چگونه خواهد؟ همین. ما اگه بخوایم سال 78 و به نظر من 78 و همین سال 1401 رو بخوایم در نظر بگیریم، دو تا ماهیت متفاوتی داشت. یعنی موقعی که 78 یعنی موقعی اتفاق افتاد که جامعه اون نیاز به تغییر و اصلاحات رو در نظر می‌گرفت، یعنی موقعی که جامعه امیدوار بودش، حالا با روی کار اومدن آقای خاتمی فکر میکردن که جامعه میشه این هنوز این حکومت رو اصلاح کرد و فعالیت‌های دانشجویی با اینکه باز بود با سرکوبی عجیب توی چند روز انجام شد و بعدش واقعا اون جعب و اون برای مدتی خوابید. ولی ما توی سال 1401 دیگه اون به صورت تشکلای دانشجویی ما ندیدیم که بیان حالا صحبت مدنی بشه، صحبت دیگه صحبت از براندازی بود دیگه، امیدیت دانشجو همراه شده بود با خود جامعه که دیگه میگفت آه این حکومت جایی برای اصلاح نیستش، یعنی شما نمیتونید دیگه بیان اصلاح کنید با صحبت، چون این فرصت رو جوون یعنی جوون دانشجو به خوبی متوجه شده بود که ما تو این سالها تو این چند دهه فرصت داده شده بود برای اصلاحات و خیلی شجاعانه تر و خیلی با اینکه دستگیری شکنجه ها خیلی بیشتر شده بود تو این تایمی، چون تایم طولانی بود توی دانشگاه، توی یک هفته دو هفته انجام شد، ولی توی این مدت چند ماهی که ما توی دانشگاه دیدیم که جوونا چقدر شجاعانه و حتی اساتید هم باید اشاره کنیم که خیلی از اساتید سر کلاس نرفتن و به این اعتراضات و اعتصابات کمک کردن، اومدن کنار دانشجوها. دو تا رویکرد کامل متفاوت رو داره و دیگه اون به صورت میشه مبارزه کلاسیکی که توی قالب تشکلهای دانشجوی انجام میشه دیگه نه، دیگه یعنی شما تمام میتینگا به صورت حالا مجازی توی کلاب ها تو جاهای دیگه انجام میشد و خیلی احساس میکنم جوونا یعنی اصلا قشر دانشجو به عبارتی دیگه شجاعانه تر دارن قدم برمیدن، یعنی هر چقدر سرکوب داره بیشتر میشه، هر چقدر داره بیشتر میشه، اون میل به تغییره، میل به فعالیت بیشتره به نظر من همچنان داخل بچه ها هستش و 100% حالا چیزی که آخر صحبت هم بهش اشاره کردم، موقعیت دانشجو تو این دوران خیلی حساس تر از قبله، به خاطر اینکه تو قسمت گذار از جمهوری اسلامی ما نیاز داریم به تمام دانشجوهایی که داخل کشور هستن و تمام مسائل از نزدیک دارن رصد میکنن و به یه جوری توی متن جامعه هستن و این مسئله نیستش که بخواد خاموش بشه، حالا امکان داره طبق تمام این سالهایی که ما دیدیم بخواد یه موقعی بالا بیاد پایین بیاد، ولی یک روند همیشگی رو به نظر من از فعالیت‌های دانشجویی ما داریم و با گفته دوستمون به زودی خیلی زودتر از اون چیزی که فکر می‌کنیم این اتفاق می‌افته و ما یک دانشگاهی داریم که تمام تشکل‌های سیاسی و چیز بتونن آزادانه تو اونجا فعالیت بکنن، برخلاف الان که اگه بخوایم به تشکل‌های داخل دانشگاه نگاه کنیم همشون وابسته به خود جمهوری اسلامی و همین نظام هستن و
تشکل نیست که آزادانه بتونه بیاد نظرتشو بگه، صحبت بکنه به این صورت. پاس از شما آقای طالب‌زاده عزیز. دوستان اگر سوالی از آقای طالب‌زاده دارین بفرمایید. در غیر این صورت بحث آزادمون که با موضوع حق امنیت کار هست بریم. خب به بحث آزاد میریم. با موضوع حق امنیت کار، وضعیت کار برای دانشجویان فارغ التحصیل. متاسفانه طبق تجربیات شخصی خودم و طبق مشاهداتی که دیدم، خیلی از دانشجویان با وجود سطح استعداد و توانایی بالا بعد از فارغ التحصیلیشون از بهترین دانشگاه ایران برای ورود به بازار کار و سیستم کاریابی دچار مشکلن و گاهی اوقات مجبورن که اون گزینش های لازمه رو انجام بدن و وارد اون گزینش ها بشن، و اگر در اون گزینش ها به موفقیت کافی نرسن و یا طبق گفته خیلی ها به سیستم از نظر اعتقادی و از نظر رویکردی نزدیک نباشن، وارد بازار کار و وارد اقتصاد بعد از تحصیل به قولی نمیرسن. خیلی خوشحال میشم اگر مشارکت کنید در بحث و نظر خودتون رو اعلام کنید. آقای مصطفی خلیق بفرمایید. سلام میکنم خدمت همه دوستان عزیزان. بحث حق امنیت کار برای دانشجو توی این بحران اقتصادی ایران اینطوریه به نظر من که ما خب یک سیستم نظام آموزشی دقیقی نداریم. با یک نگاهی وقتی میکنیم به این بحرانی که ما داریم بابت اقتصاد بعد از کار، اقتصاد بعد از تحصیل، یعنی بابت کاری که دانشجو خواهد بکنه، به اینجا میرسیم که ما بنیادهای درستی رو برای دانشجو از اول سالهای تحصیلیش نداریم. یعنی هیچ راهکارهایی وجود نداره. شما میتونید نگاه کنید، مثلا دولت آلمان میاد برای دانش آموزاش از پایه شروع میکنه، برای پرکتیکوم گذاشتن شروع میکنه، به یاد دادن سیستم های اقتصادی بهشون، کم کم به اون زمان چیزهای راهبردی راهکاری بهشون یاد میده. ولی ما اینجا داخل جمهوری اسلامی ایران ما اینو نداریم. این نقض میشه. این سیستم آموزشی درست اصلا به وجود نیوردن. نظر من اینه. خیلی متشکرم. مایک دست شما. سپاس از شما. بله، به نکته قابل توجهی اشاره کردین. اگر مقایسه داشته باشین حکومت فعلی ایران و با آلمان، متاسفانه آلمان از نظر پایه‌ای چون خیلی اهمیت میدن به اون جنریشن زدشون به قولی تا به اون درجه بالا برسن، خیلی کار میشه روی اون نسل پایین و نسل پوستشون. ولی متاسفانه در جمهوری اسلامی این مناظر نیست و اون سیستم گزینشیشون بیشتر سیستم گزینشی از نظر اعتقادی و رویکردی. خب بقیه دوستان هم اگر مشارکتی داشته باشن خیلی ممنون میشن. آقای سیفی عزیز بفرمایید.
سلامت باشید. من تو این بحث دیگه چیز خاصی ندارم، فقط با آقای طالب زاده من یه مطلبی دارم، می‌خواستم ایشون یک جوابی به من بدن. خواستم بدونم که این حالت طی شدن ساختار سنتی رو به ساختار مدرن یا تغییر حالت و سودمند که برای دانشجو برای احراز حقشونه، خب اینا چند درصد تونسته مؤثر باشه، چند درصد تونسته تاثیرگذار باشه بابت این پویش جدیدمون؟ فقط خواستم اینو بدونم. اینکه به صورت درصدی بخوایم اعلام بکنیم، خب این نیاز به آمار داره و اینکه جامعه آماری ما باید این مقدار درصد رو بگه. ولی حالا من نظر شخصی خودم میتونم بیام در این مورد بخوام بیام برم به اعمال بکنم بیام بخوام در مورد صحبت بکنم. به نظر من توی فضایی که مثل دانشگاهی ایران فضای بسته ای از این نواز که تشکل‌ها آزادانه نمیتونن فعالیت سیاسی انجام بدن، این تغییر روی کرد میتونیم ما به فعال نیک بگیریم و نمونهش این همراهی و این همبستگی که بچه‌ها توی همین اعتراضات اخیر توی سال 1401 انجام دادن و این هماهنگی بینشون و قبلا تمام اعتراضایی که داخل دانشگاه انجام میشد بیشتر حول محور خواسته های دانشون در محیط دانشگاهی بود. یعنی اگه چیزی رو نیاز داشتن، اگه نیاز به فضای آزادی سیاسی بیشتری داشتن، ولی اصلا کلن این اعتراضات، این همراهی دیگه بحث محوری خود دانشجو نبود، بحث خاص جامعه بود، بحث نیازهایی که جامعه، یعنی همراه شدن با مردم بود و اینکه تونست ادامه دار حتی چند ماه ادامه پیدا کنه، به نظر من فرق اساسیش این بود که میتونه به این تغییر روی کرد، به این که به دور از تشکل ها بخواد فعالیت داشته باشه جنبش دانشجویی، ما بتونیم امیدوار باشیم و اینو توی آینده ما میتونیم در موردش اظهار نظر بکنیم، نه حالا که مدت حالا کمی ازش گذشته. به نظر من حالا این نظر شخصی من بودش. سپاس از شما طالب‌زاده عزیز، امیدوارم که پاسخ مناسبی رو داده باشین به سوال آقای شریفی. در رابطه با حق امنیت کار هم اگر دوستان مشارکتی داشته باشن در این موضوع خیلی خوشحال میشیم و این که پیش‌بینیتون نسبت به آینده اگر دولت جمهوری اسلامی ایران با همین سبک و سیاق بره جلو، آیا وضعیت تغییری خواهد کرد یا خیر؟ آقای شریفی عزیز بفرمایید. سلامت باشید. اگه جمهوری اسلامی ایران بخواد همینطوری پیش بره و همین سبت و سیاه بخواد زمام امور رو به قول معروف مدیریت کنه، خب ما مثل سالهای قبل البته چند برابری شاهد فرار دانشجو از ایران هستیم. یعنی بازار کار بهتر در خارج از ایران رو پیدا میکنن، فرار به قول معروف مغزها یا فرار عقیده ها، هر فرار دیگه که دانشجوها به سمتش میرن برای کار، برای داشتن درآمد. وقتی به این سمت که برن، دولت ایران یک جامعه بدون تفکر و بدون تفکر نسل جدید میشه و این باعث میشه که یک ایران پوسیده رو ما داشته باشیم و این آگاه سازی که ما الان داریم اینجا انجام میدیم هیچ تأثیر چندانی نداره، چون نسل جوان و آینده ساز ایران از ایران فرار میکنن. این باعث میشه که کلن یه ماها باید قید عدالت بشریت رو بزنیم، فقط یک راهکار میمونه، این که جنگ، عدالت صلح باید خارج. خواهش میکنم مایکو در اختیارتون میذارم. سپاس از شما آقای شریفی عزیز. بله متاسفانه اگر با این وضعیت پیش بریم واقعا
اون فقر استعداد و فقر توانی در ایران بیشتر میشه و تمام نیروها و بازار کارها به سمت اروپا، آمریکا، کانادا و کشورهای دیگه پیش میره و متاسفانه کشور ما در این زمینه توهی خواهد شد. خانوم یا آقای ام ای مایک در اختیار شما هست. سلامو دارید الان؟ بله. درود به شما. من میخواستم فقط یه مطلبی رو بگم. تطابق نداشتن تعداد فارغ التحصیلا با فرصت‌های شغلی مشکل جدی امروزه. نداشتن کار، کاری که توی آینده دانشجوها میتونن متصور بشن با رشته تحصیلشون کاملا متفاوته. سربازی‌های اجباری که الان وجود داره نمیتونن دانشجوان تحصیلات عالیه رو تو کشور دیگه داشته باشن. و هزاران مسائلی که دانشجو امروزه دارن تحمل میکنن که این وضعیت تغییر بکنه و این نظام برگرده بتونن زندگی خیلی بهتری داشته باشن. من فقط میخواستم به همین نکته اشاره کنم. من میثم انصاری هستم. سپاس از شما آقای انصاری عزیز. بله متاسفانه مورد خوبی رو اشاره کردیم بابت سربازی اجباری که خیلی تاثیر گذاشته روی همین حق اهمیت کار ماده اعلامی جهانی حقوق بشر. آقای طالب‌زاده عزیز ما در اختیار شما. سلام مجدد. پیرو صحبتی که عزیزان داشتن می‌خواستم موضوعی رو اضافه بکنم که طبیعتا ما توی سیستم آموزشی نادرستی که توی جمهوری اسلامی قرار داریم ما نمیتونیم این انتظار و این چشم انداز رو داشته باشیم که چیزی که برای توی سالهای اخیر ما عیناً دیدیم این مسئله و لمس کردیم که دانشجویی که درسش تموم شده فارغ التحصیل شده و میاد تو محیط کار و به چه دلایلی اولا فرصت شغلی براش نیستش و دوم اینکه آیا ما این سوال رو باید انجام بدیم که دانشجویی که فارغ التحصیل شده این مهارت و دانش کافی رو داره برای اینکه ما بیایم یک شغل یا یک فرصت شغلی رو براش بدیم؟ متاسفانه اینطور نبوده. به خاطر اینکه من حالا بنا به شغلی که توی ایران داشتم خیلی متقاضیه که بچه‌هایی که فارغ التحصیل می‌شدن میومدن برای استخدام متاسفانه واقعا نمیتونستن یا به هر آموزشی که توی اون دانشگاه دیده بودن کافی نبوده و من یعنی اینجوری من اضافه کنم که به درستی آموزش داده نشده بودن نمیتونستن، یعنی اون کارفرما نمیتونست این کارو بکنه و علاوه بر اون کمبود فرصت چیز شغلی ما دلیل این که مشکل ایجاد و برای دانشجو به وجود می اومد این که پذیرا و آمادگی رو برای گرفتن اون جایگاه شغلی رو نداشت. این خواستم این موضوع رو اضافه کنم و 100% نمیتونیم ما چشم انداز روشنی داشته باشیم به این مسئله که اگه خدای نکرده جمهوری اسلامی بخواد ادامه حیات داشته باشه، فرصت حیات داشته باشه، ما بخوام این موضوع رو به عنوان موضوعی در نظر بگیریم که توی سالهای بعد رفع میشه و افق روشنی رو داشته باشه. مایک رو آماده کنم. سپاس از شما های طالب‌زاده عزیز. بله متاسفانه با وجود این رویه چشم‌انداز ما در آینده در موضوع وضعیت حق امنیت کار بسیار اثرکار و ناامیده، ولی به امید و آگاهی رسانی و افشاگری فعالان حقوق بشر این نارضایتی ها اکنون داره به حدی میرسه که عمر جمهوری اسلامی هم رو به پایانه و امیده که دولتی در آینده به ایران بیاد که به تمامی این موارد به درستی بپردازه. آقای شیخ علی عزیز بفرمایید. من سلامت بشین. در ادامه آقای حرف آقای طالب‌زاده میتونم اضافه کنم که بله درسته، کاملا این درسته که ما فقط به حالت تئوریک ما تو دانشگاه ها و تحصیل میکنیم به صورت تئوریک، ما به صورت عملی به هیچ عنوان هیچ دانشی ما نمیآموزیم در مهارت های زندگی. یعنی شما یک پسنداز ساده رو شما در نظر بگیرید که بخوایم مدیریت پسندازهای ساده بکنیم که داخل ایران به هیچ عنوان اصلا مطرح نمیشه.
ما حتی مسائل خیلی معذرت میخوام مسائل جنسیمون رو شما پایه دانشگاه میبریم، به که باید پایه ترین حالت ما که از حالت ابتدایی به راهنمایی یاد گرفته شه. ما کلاس های تنظیم خانواده رو میذارم برای دانشگاه در طرف که به سن بلوغ رسیده تفکراتش به قول معروف ساخته شده، برای اون موقع میذارن. میگم پایه اساس آموزشمون به طور از پایه و ریشه خرابه، ما ریشه کاملا ناسالمی داریم و این دندون خراب رو باید هر چیز زودتر کند، وگرنه فراگیر میشه و بقیه ریشه همه جهان همون رو میزنه. فقط همین مارک رو رها میکنم و به دوستان عزیز. سپاس از شما آقای شیخ‌علی عزیز. بله دقیقا به مورد بسیار مهمی اشاره کردیم، این آشنایی و اساسی ترین مسئله که حوزه تنظیم خانواده و موارد آشنایی با روابط جنسی است، به جای اینکه در سنین پایین به فرزندان در مدرسه ابتدایی آموزش داده بشه و شروع بشه، در موقعی آموزش داده میشه که تفکر اساساً شکل گرفته و درست هم نمیشه و باید این راه غلط و روش غلط رو کاملاً اصلاح کرد. خب دوستان اگر مشارکتی دیگه در جلسه ندارن پایان جلسه رو اعلام میکنم. امروز 19 فوریه 2023 بهمن 1401 در کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو فراخوانی داشتیم. سخنرانان ما آقای عباس منفرد با موضوع گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق جوان و دانشجو در دفاع 1401، بانو پریسا سخایی بررسی ماده 26 اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، و آقای پوریا طالبزاده رسالت دانشجویان در انقلاب 1401 بودند. بحث آزادی داشتیم با موضوع حق امنیت کار. بنده سپهر رضایی شایان مسئول جلسه بودم و دوست عزیزمون آقای اسد اکبری منشی جلسه، و در بخش ضبط صدا و تدوین و ادمین هامون آقای احسان احمدی خواه و سعید پورمن بودن. دست همه عزیزان درد نکنه تا درود دیگر.